کردستان. زرد گم می شود. کوچیک خوب میدونن که چطوری از خودشون حفاظت کنن. مثلا برای مواقع اضطراری موش قرمزه در مخفی داریم. اینقدر خوب پنهانکاری شده که هیچکس متوجهش نمیشه. و این در به یه مزرعه شب در باز میشه. کاکولیه، پروازم آسمونه، هرچی خواستم میبینم. عجب میوه خوش رنگه، بخورم ببینم مزهش چطوره. ده بر بر بر. دیگه از این خوشمزه تر نمیشه. چه خوشمزه. موش زدم انگار اونجا مشغول خوردن یه چیزاییه. ده ولی نمیدونم موش قرمزه کجاست، حتما هنوز از خواب بیدار نشده. چطور موش قرمزه نیست؟ تا اونجا که یادمه اون سرخیز بود. چی شب درایی با تراوتی، چقدر خوشمزه است، حس کردم. مواظب باش، مواظب باش، روباه پیر داره میاد، روباه پیر داره میاد. چی شده؟ نفهمیدم، یهو قیبش زد، یعنی کجاره؟ جالبه، حالا فهمیدم اینجا یه در مخفی درست کردن. بی خود منو کاکولی نمیگن، کاکولی از همه چی سر در میاره. بالاخره در مخفی لونه موش قرمز رو پیدا کردم. حالا نمیدونم چی کار کنم، طاقت ندارم این رازو پیش خودم نگه دارم. بالاخره باید به یه نفر بگم و تا به کسی هم نگم آروم نمیشم. حالا به کی بگم توش موندم. آقا روباه پیدا شد. سلام، چطوری؟ ای بدک نیستم، خب بگو بینم خبر ببر چی داری؟ خبرهایی دارم دست اول که هیچ کس از اون اطلاعی نداره. اگه بهت بگم ماتت میبره، انقدر جالبه که خودم هم ماتم ولی دلم نمیاد بهت بگم. حالا بگو بینم چیه، ولی مطمئنم که خودم ازش خبر دارم. اینو خبر نداری، مطمئنم. ببینم، تو از راز موش قرمزه با خبری ها؟ گفتی راز موش قرمزه؟ خب البته که خبر دارم. ولی من میدونم که خبر نداری، من امروز صبح ازش با خبر شدم. صبح با خبر شدی؟ ای بابا چی داری میگی؟ من دیروز ازش با خبر شدم. یعنی تو از در مخفی موش قرمزه با خبری؟ اصلا سردر نمیارم چی داره میگه. موش قرمزه یه در مخفی داره که درست از مزرعه شب در سردر میاره. آره، لونه موش قرمزه دو تا در داره، یه در جلو و یه درم عقب. در عقبی راه داره به مزرعه شبدر که در مواقع خطر از اونجا رفت آمد میکنه، بنابراین هیچ کس نمیتونه مزاحمش بشه. البته موش قرمزه فکر میکنه که من از اون در کوچکترین اطلاعی ندارم، به همین جهت با خیال راحت رفت آمد میکنه. خوشت اومد که همچی اطلاع جالبی رو در اختیارت گذاشتم؟ آره خیلی خوشم اومد. برم اون طرفا یه سر و گوش یاب بدم. فعلا خدافظ. خدافظ، به امید دیدار. این کاکولی عجب زرنگه، از همه چی با خبر میشه. بهتره برم یه سر و گوش یاب بدم.
رفت که کارشو شروع کنه. ببین چه تیز داره دنبال شکار میره. ولی ما روی این درخت راحت نشستیم و لذت میبریم و در کار بد این روبا هرگز شرکت نمی کنیم، چون حیوانای جنگل رو دوست داریم. باید هم دوست داشته باشیم، چون اونا دوستان ما. بله، روباه برجست میره، روباه برجست میره، موش قرمزه عاقله، گزن دستش نمیده. موش قرمزه در لونشو برای اینکه هوای تازه بره تو معمولا باز میکنه و تا به حالم از این بابت مشکلی براش پیش نیومده. موشی! موشی! کجا هستی؟ چی میخوای بگی؟ موشی انگار اوزه به نظر مشکوک میاد. چطور مگه؟ خیلی نگرانم. نگران نباش، الان سر و گوش آب میدم. تفلک میشه حق داشت، روباه اومده اینجا داره کشیک میده. تا اینجا که چیزی ندیدم، باید همینجا باشه. نه خیر، من که چیزی نمیبینم، خیلی عجیبه، شایدم کاکلی به من کلک زده. موشای کوهستان حیوانای عجیبی هم، به این نوع موشا موشای خرمایی هم میگن. اینا نسبت نزدیکی با سنجابا دارن و همینطور که ملاحظه میکنین در لونه سازی خیلی مهارت دارن. وقتی لونه میسازن سعی میکنن دالونای 6-7 متری هم بسازن. این دالونای طویل باعث میشه که آب بارون به لونهشون جاری نشه تا بتونن راحت و آسوده زندگی کنن. خونه موش قرمزه رو نگاه کنین، درست با همین مشخصات ساخته شده، درست مثل یک خونه مدرن. همه چی رعایت شده. از همه مهمتر در مخفیه که موش قرمزه اونجا ایجاد کرده که در مواقع خطر بتونه از اونجا خارج بشه. میشی؟ یعنی کجا ممکنه رفته باشی؟ نه خیر، چیزی نمیبینم، این کاکلی به من کلک زده، مطمئنم. دیگه بی جهت اینجا وقتمو تلف نکنم، برم به کارم برسم. به به، چه هوای لطیفیه، آدم حس میکنه. نه پس معلوم میشه کاکلی به هم دروغ نگفته بوده، متشکرم ازش. میشی مواظب باش، میشی زود برگرد بیا خونه. برگرد بیاد خونه؟ مگه چی شده نمیفهمم. وای خودت چه ستاره بشین و به آسمونا برین، بازم گیرتون میارم. جاتونو یاد گرفتم، هر وقت خواستم میام سراغتون. فعلا خدافظ. چی کار میکنی موشی؟ داری درو کور میکنی؟ آره چاره ندارم، رو با این درو پیدا کرده. توی خوده دیدی چه عربده ای کشید؟ دل تو دلم نبود، نزدیک بود سهی ترک میشم، چیزی نموده بود بگیره ما رو بخوره. آره خطر از بیخ گوشمون پرید. حالا اینجوری مسدود کنم خیالم راحت میشه. میدونم چاره ای نداری باید این کارو بکنی، ولی من این درو که باقی شب در باز میشد خیلی دوست داشتم. چاره نیست، فعلا این روباه مکار فهمیده، لابد بعدش هم اون روباه پیر میفهمه. اون وقت دیگه هیچی کارمون زاره. ولی آخه تو تنهایی اینجا رو ساخته بودی، خیلی زحمت کشیدی. همونطور که به اون همه زحمت اون در رو تنهایی ساخته بودم، یه در مخفی دیگه به تنهایی میسازم. تو ابدا ناراحت نشو. موش قرمزه به وعده خودش عمل کرد. بعد از مسدود کردن در قبلی شروع کرد به ساختن یه در مخفی دیگه. شدم دراز بکشم. انگار اونجا یه چیزی دیدم.
آره یه چیزی دیدم، آخه من که اشتباه نمی کنم و اونی هم که دیدم موش قرمزی بود. چشمامو بمالم دوباره نگاه کنم. صد درصد مش قرمزه بود. پس چی شد؟ ها؟ درست مثل چند قطره بارون فرو رفت زیر زمین. این دفعه مش قرمزه سعی کرد یه دارون خیلی درازی بسازه و دری هم میخواست بر اون کار بذاره که هیچ کس به هیچ وجه نتونه پیداش کنه. خب حالا بگو ببینم حالت چطوره؟ خوبم، بگو ببینم تو چطوری؟ خیلی خوبم، بگو ببینم موش قرمزه کجاست؟ چی کار میکنه؟ داره رو دالون درازی کار میکنه. چه؟ دالون میسازه؟ چه عالی، موش قرمزه داره دالون میسازه، داره دالون میسازه. منو ببر نشونم بده دالون به کجا میخواد سر در بیاره. چه دالون درازی میسازه که از جلگه سبز سر در بیاره. چی؟ گفتی از جلگه سبز؟ خیلی عجیبه، مگه دالون به این بزرگی هم میشه؟ واقعا کار خیلی سختیه، آخه چطور همچین چیزی ممکنه؟ ولی از موش قرمزه هیچی بعید نیست، آخه اون تو این کارا استاده. چند لحظه پیش تو جلگه سبز که بودم از دور دیدم که موشی هی سرشو میاره بالا و هی میاره پایین. گفتم نکنه موشی نباشه، اما یقین داشتم که خودشه، ولی هی گمش میکردم. ای تو بیدود، با کیادم رفت؟ من باید برم یک کاری انجام میدم. نگاه کن، واقعا جالبه، اصلا نمیتونستم باور. تو این خرگوشه؟ آره خودم. هم سلام، حالت چطوره؟ من اومده بودم حالتو بپرسم، آخه خیلی وقت بود که ندیده بودمت، دلم برات تنگ شده بود. از در که وارد شدم و پامو گذاشتم رو پله ها، یهو پام سر خورد و با کله خوردم زمین. معذرت میخوام که ایجاد سر و صدا کردم، ولی چیزی نیست، به دیدنت میهرسه کلم بعد جای زمین خورد. ولی من یقین دارم رو حس کنجکاوی اومدی اینجا. معذرت میخوام. ببینم وقتی میخواستی بیای تو میشیرم دیدی یا نه؟ آره دیدمش، ولی دم در از من جدا شد و رفت. که گفتی رفت کجا رفت؟ وای چه عقاب بزرگیه. این عقاب دشمن ما حیوانای کوچولوئه. از دیروز مرتب بهش گفتم که از در بیرون نره ها. خب حالا میخوای چی کار کنی؟ بری دنبالش؟ آره. موشی عجله کن. تو باش. چقدر یواش میاد، پس من چی کار کنم؟ خودیه کمکم کن، حالا من چی کار کنم؟ Thank you.
وای خداوند اومده نشسته اون بالا، حالا من چه خاکی به سرم بریزم. عقاب نشست ولی نتیجه‌ای نگرفت. بالاخره وسلای سر رفت و از شکار کوچوی خودش دست کشید و رفت به دل آسمون ها. خدایا حالا تو این تاریکی چی کار کنم؟ موش زرد هنوز چند قدمی نرفته بود که موش قرمز خودش رسون به اونجا، ولی خب موش زرد از اونجا رفته بود. خیلی از خونه دور شدم، میگم برگردم برم خونه، شاید اومده باشه. میشی کجایی؟ قرمزه تا صبح نخوابید. صبح که شد از لونه‌ش اومد بیرون و رفت به جستجوی میشی. میشی! میشی! وای 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 وای، شماره به خدا نگاه کنین، شماره به خدا نگاه کنین. ما دیشب دست جمعی رفتیم مهمونی، حالا برگشتیم خونمون که بگیریم استراحت کنیم. میبینیم این مهمون ناخونده اومده تو لونه ما گرفته خوابیده. دیگه بدبختی از این بالاتر میشه؟ به خدا اگه بشه. ساعت خواب تازه میگه، من اینجا چیکار میکنم؟ چیز غریبی ها، این سوالو من باید از تو بکنم. چطوره؟ خیلی خوشحالم که سالم و سلامت میبینم. متشکرم، ولی بچه‌ای تو زحمت افتاده بودم. خب قصهشو نخور، چون همه چی به خیر و خوشی گذشته. موشی بیا بریم دیگه. آره بریم. موش زرد که در اثر یک اشتباه و یک حرف نشنوی هم خودش و هم موش قرمز رو به زحمت انداخته بود، بالاخره با همکاری پرنده های قشنگ پیدا شد و میره که دوباره زندگی رو از سر بده.